قوم ابراهیم هم یکتا پرست بودن و ما کانم من المشرکین، یعنی ما از اوناییم. در حالی که خودش بارها موسی و عیسی رو پذیرفته، یه دفعه اینجا که اونا میان بهش میگن آقا کوتا بیا، ما یه پیغمبر داشتیم اسمش موسی بوده، ما یهودیم، یه پیغمبرم داشتیم اسمش عیسی بوده، ما مسیحیم، تو بیا دین ما رو قبول کن. چیزی نداره، نمیتونه اونا رو انکار کنه. میگه بله ابراهیم هم بود، اونم بود پرست نبود، من اونو قبول دارم. بله قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الى ابراهیم ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. اونا جواب دادن، حالا میگویند قولوا، دست جمعی، آمنا بالله و ما انزل الینا، ما به الله و اون چیزی که به ما نازل شده ایمان آوردیم، و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط که به این آدمای دیگه هم نازل شده به اونم ایمان آوردیم. حالا یهودی‌ها و مسیحی‌ها دارن میگن و ما اوتی موسی و عیسی و ایمان آوردیم باز به اون چیزی که به عیسی و موسی نازل شده، و ما اوتی النبیون من ربهم، به هر چیزی رو که پیغمبرها از طرف خداشون آوردن، لا نفرق بین احد منها، اینو یهودی ها و نصارا میگن، ما هیچ تفرقی فرقی هم میان هیچ کدوم اینها نمیگذاریم، یعقوب عیسی اثبات هر کی هستش ما یک جور نگاش میکنیم، و نحن له مسلمون، ما به او به اونها تسلیم میشیم. حالا هدفشون در رفتن از زیر جبر محمدیه، این چسبیده مثل کنه ول نمی کنه. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، اگر ایمان آوردن به اون چیزی که شما ایمان آوردید، در این صورت هدایت خواهند شد. و اونا گفتن بابا این خدا اینو 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 داشته و در گذشته پیغمبرهایی داشته، ما به اون ایمان آوردیم، ولمون کن تو هم بیا با ما باش. این میگه فَإِنْ، پس اگر، آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر ایمان آوردن به اون چیزی که شما ایمان آوردین، به فقد اهتدوا، و ان تولوا، و اگر روگردان شدن، فانما هم فی شقاق، اونها در تشقق و شکاف هستن، اونها دارن شکاف ایجاد میکنن. بهشون بگو پس یکفیکهم الله و هو السمیع العلیم، تنها کافی کفایت میکنه الله، یعنی تهدید میکنه و اوست که شنوای آگاهه. تمام اینایی رو که من خوندم برای شما، من از هممیهنانم میخوام فکر بکنن آقا این چیه؟ برای چی باید شما اینو بخونی؟ حسن ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یونس و همچی و فلان و اثبات و اون یهودی اومد به من اینو گفت، نصارای اینو گفت، من بهش اونو میگم، من به تو به اون میگم، خدای من اینجوریه، من او میگه نه آقا بیا با ما باش. اینا قانون زندگیه، همه در اثبات اینه که اگر مسلمون نشی میکشمت در آخر سر، همه. بعد میگه سبقت الله، سبقه سبقه یعنی رنگ، این رنگ اللهه، رنگ اللهه، و من احسنو من الله سبغتن، چه کسی بهتر از الله میتونه رنگ بزنه؟ خیلی جالبه، این الله اهل رنگ و کلک و قم هست دیگه. ببینید این بند تقریبا 139 باید باشه، بله، از تازینامه، سبغت الله و من احسنو من الله سبغتن، این رنگ الله، رنگم که میدونید نوعی از کلک حیله و نیرنگه، این رنگ کار دست الله، و چه کسی من احسن، چه کسی بهتر من الله سبقتن، از رنگ خدا میتونه رنگ بزنه، و نحن له عابدون، ما عبادت کنندشیم.
حالا ما باید یه خدای رنگباز کلکباز رو، یه الله رنگباز کلکباز رو با داشتن زرتشت گرامی، با داشتن گاتاهای دلنشین، ما باید بیایم سراغ اللهی که قلم گرفته دستش مردم رنگ میکنه. ببینید سبقه یعنی رنگ قربون، ساد به غین ته گرد، سبقه الله یعنی رنگ الله. در اینجا خوب شما خودمونم در فارسی میگیم بابا ما رو بیشتر از این رنگ نکن، یعنی کلک نزن. و من احسن من الله سبغتن، چه کسی بهتر از این الله رنگ میزنه؟ هیچکی. و نحن له عابدون. بعد میگه قل اتهاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. این دوره ضعف، البته این حرفا رو هر وقت بهش در برابر منطق قوی تر قرار می گرفت و دشمن ها قوی تر بودن، به قول معروف تقیه می کرد، یعنی حرفی می زد که اهل عملش نبود و در عمل با حرف های دیگه این رو خونسا می کرد. قل اتو هاجوننا، یعنی آیا مورد یورش قرار می دید ما رو و ما مجادله می کنید؟ فلاه و هو ربنا و ربکم، در حالی که او رب ما هست، رب شما هم هست. و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، و ما کار خودمونو میکنیم، دستاورد ما مال ما، شما هم اعمالتون اعمال خودتون باشه، یعنی کاری به هم نداریم. در حالی که بعد میبینین چقدر تهدید میکنه و کاری به هم نداریم، میگه بابا این حرفا چیه؟ کسی با یهود و نصارا رفیق بکن رفاقت کنه اصلا توی قیامت بهش جزای فلان میدیم، همه اینا رو میگه و مخالف رو حل بل میکنیم. در حالی که اینجا میگه لنا، یعنی برای ما، اعمالنا عملهای ما، مال ما، ما مسئولشیم، ولکم اعمالکم اعمال شما، هم شما مسئول اعمال خودتون هستید. و نحن له مخلصون، ما اخلاص داریم به این الله. تمام این حرفا باور کنین نه برای فاتی تومون میشه که برای سکینه هم روسری نمیشه. ببینید آخه این چرندیات به چه درد ملت ها میخوره. یکی اومده میگه که آقا اون در اون زمان اینو گفته، اون اونو گفته، یه سری حرفایی که اصلا در این فرهنگ، در فرهنگ آدمی هیچ جایی نداره. حتی اگه قرار باشه شما با اینها بشینید گفتگوی تمدن ها رو که اون یارو از یکی دیگه گرفته بود، به قول خودش پاش وایستده بود، بیاید و این گفتگوی تمدن‌ها رو به حساب گفتگو با این تمدن بکنید، نمیدونید با کدوم تمدن باید صحبت کنید. با تمدن اسحاق، با تمدن یعقوب، با تمدن ایوب، با تمدن اثبات، با تمدن کدوم یکی از اینها؟ و تازه خودش هیچ کدوم از اون تمدن‌ها رو در جاش قبول نمی‌کنه. تمدن موسی قبولش نداره، تمدن عیسی قبولش نداره، اون چیزی که باز مانده از اینا قبول نداره. و در جایی هم با صراحت میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا یهود و النصارى اولیاء بعض و اولیاء بعض. و بعد میگه و کسی که این کار رو بکنه، فمن یعمل ذلک منکم فانه منهم، کسی که این کار بکنه یهودی و نصارا میشه. حتی حق دوستی و برقراری رابطه با دیگر ادیان رو گرفته. خب شما ببینید بعد میگه سیقول السفهاء من الناس، آدمای خلوچلی از میان مردم خواهند گفت ما ولهم ان قبلهم قبلهم التي كانوا عليها،